دوستان عزیزم سلام حالتون چطور رو هم که عالی باشید سالم سلامت و سر حال توی این قسمت میخوایم با عبارتهایی آشنا باشیم که دارای حروف اضافه اختصاصی هستن یعنی چی به عنوان مثال ما توی فارسی مثلا میگیم باور داشتن به خب اون حرف اضافه ب رو داریم حالا توی انگلیسی اون حرف اضافه ب ممکن هست با یه حرف دیگه ای استفاده بشه که با فارسی متفاوت هست و ما باید به این نکات دقت کنیم امروز 15 تا از این عبارت ها و فعل ها رو با هم خواهیم دید و تمرین خواهیم کرد و جملات کاربردی براشون یاد میگیریم با هم همراه باشید بریم سراغ این 15 تا عبارت دوستان خب رسیدن به ما توی فارسی میگیم مثلا به یه جایی رسیدم حالا توی انگلیسی این رو چجوری میگن میگن arrive at یا میگن arrive in arrive at یا arrive in حالا کی at میذاریم کی این اگه جای کوچیک باشه از اد استفاده میکنیم مثلا وقتی میخوای بگی به یه هتلی رسیدی به فرودگاه رسیدی مثلا به دهکده رسیدی که یه جای کوچیک نسبتا از اد استفاده میکنیم اما وقتی به یک شهری میرسی به یه کشوری میرسی از این استفاده میکنیم مثلا میگیم ما شب به دهکده رسیدیم این رو باید چجوری بگیم We arrived at the village at night. We arrived at the village at night. Chon village Gan yani de kuchke as at S for the Kadim. Halagi Behimbegim Usate Panch Belandan resid. Chon Landan was already Migim at Migim In. She arrived in London at five o'clock. She arrived in London at five o'clock. باور داشتن به تو انگلیسی میگیم believe in believe in پس حرف اضافه believe چیه دوستان in believe in. نمیگیم believe to believe in مثلا میخوایم بگیم من به خدا اعتقاد دارم این رو تو انگلیسی باید چی بگیم میگیم I believe in God I believe in God believe in اینم از این بریم سراغ بعدی قبل اینکه بریم سراغ بعدی دوستان اگه فیلم براتون مفیده و احساس میکنید که مفید هست حتما فیلم رو لایک کنید و کانال رو یادتون باشه که سابسکرایب کنید و زنگوله کناریش رو هم بزنید خب بستگی داشتن به میخوایم بگیم یه چیزی بستگی داره به مثلا شما یا بستگی به فلان چیز داره چی میگیم میگیم depend on depend on depend یعنی بستگی داشتن حرف اضافه اختصاصیش آن هست مثلا میگیم بستگی به او دارد یعنی فلان چیز بستگی به او داره خب میشه چی؟ It depends on her It depends on her متهم کردن به متهم کردن به متهم کردن میشه accuse accuse حالا حرف اضافه اختصاصش میشه of accuse of accuse of به عنوان مثال او مرد را به دزدی متهم کرد او مرد را به دزدی متهم کرد خب چی میشه میشه هی accused the man of stealing he accused the man of stealing stealing یعنی دزدی دزدی عصبانی بودن است عصبانی بودن میشه be angry with be angry with with پس حرف اضافهش with هست. معلم از دست او عصبانی بود. میگیم the teacher was angry with him. The teacher was angry with him. Angry with. شرمنده بودن از ashamed of ashamed of be ashamed of او الان از رفتار شرمنده است میشه چی he's now ashamed of his behavior. he's now ashamed of his behavior. ashamed of his behavior. tashkil shodanas consist of. consist of. yekshal ماه تشکیل tashkil است. a year consists of 12 months. A year consists of twelve months. متفاوت بودن با be different from be different from. مثال میخوایم بگیم کتاب من با مال تو فرق داره. My book is different from yours. My book is different from yours. خوب بودن در یه چیزی قوی بودن توی یه چیزی میشه be good at be good at پس بعد از good میگیم at مثلا خواهرم ریاضیش خوبه یا تو ریاضی قویه میشه چی؟ میشه my sister is good at math my sister is good at math بی تفاوت بودن نسبت به چیزی میشه Indifferent to be indifferent to indifferent, yani bita Be indifferent to, masalan, alhan besi besiyosad bita hastand. They're indifferent to politics. They're indifferent to politics. be budam Michel. Be interested in interested in. حرف اضافهش این هست من خیلی به تاریخ علاقه مندم I'm very interested in history I'm very interested in history حسودی کردن به Be jealous of Jealous of. او خیلی به برادرش حسودی میکنه He is very jealous of his brother. He is very jealous of his brother. Jealous of his brother. Razibudan az Be satisfied with. Be satisfied with. With. Pasbad is satisfied with. Mirim. Az numerated Razi hasti. Are you satisfied with your marks? Are you satisfied with your marks? Mark in Jayani Nombre. Shabih Budambe. Be similar to. Be similar to. Your house is similar to mine. Your house is similar to mine. اون نه آخر یعنی مال من. Your house is similar to mine. و آخرین موردی که میخوایم بررسی کنیم موفق شدن در میشه succeed in. succeed in. امیدوارم در کارش موفق بشه. I hope he'll succeed in his work. I hope he'll succeed in his work. خب دوستان عزیز این قسمت هم تمام شد ممنون که تا اینجا همراه ما بودید و فیلم رو نگاه کردید اگه فیلم براتون مفید بود و لایک نکردید این کار رو انجام بدید سوال نظر انتقاد پیشنهادی دارید حتما برامون بنویسید تا توی قسمت های آینده به سوالات و درخواستایی که دارید بپردازیم و فیلم براشون درست کنیم تا فیلم بعدی خدا نگهدارتون